تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ آیه 59 از سوره بقره. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ستمگران اون به جایی که بگن حته، به جایی که بگن عفن، خدا گفت بگید حته، حته این عفن، یه عفن بگید من شما رو بخشم. اینا مسخره کردن، به جای حته گفتن هنته، هنته این گندم، یعنی سر به سره، یعنی استهزاء کردن این کلمه را. فبدل الذین ظلموا، ستمگران ظالمین، بدل تبدیل کردن قولا، اون کلام را تبدیل کردن، قولا غیر الذی قیل لهم، یعنی اون سخن عفن را به سخن دیگری که غیر از آنچه به اینها گفته شده بود تبدیل کردن، مسخره کردن، به جای حته گفتن هنته. ما چی کردیم؟ ما هم فانزلنا علی الذین ظلموا رزقا من السماء، ما هم رز از آسمان به سزای گناهی که کرده بودن عذابی از آسمان بر اینها فرستادیم، به خاطر اینها فاسق بودن. ما گفتیم بگید عفن، بگید عذرخواهی کنید ما شما رو میبخشیم، اینا کلمه عفن را به بازی گرفتن و مسخره کردن، ما هم از طرف آسمان بر اینها قهر خودمون رو فرستادیم. در آیات 361 و 362 سوره اعراف مشابه این آیه و آیه قبل تکرار شده. رزم به معنای عذاب، بیماری، طاعون، حالت استراب به کار رفته. سنت خدا هم اینه که اول رحمت نازل میکنه، ولی همی که اینها کجروی کردن عذاب نازل میکنه. آیه قبل گفت و انزلنا علیهم المن و السلوا، دو رقم غذای خوب براتون فرستادیم، نافرمانی و ناشکری کردید، از همه آسمانی که خیر آمد از همه آسمان شر میاد. ظلم و گناه زمینه تغییر و تحریف قانونه. فبدل الذین ظلموا، یعنی الذین ظلموا بدل، یعنی انسان که گناه میکنه وقت جرأت پیدا میکنه بدلت، قانون خدا رو تبدیل کنه. یعنی اول انسان گناه میکنه، بعد همین گناه باعث میشه مثل آدمی که غیبت میکنه، بعد میگن غیبت نکنه، که اصلا غیبت نداره، اصلا غیبت نداره، یعنی انگاری فاسقه، فسقش هم علنیه. یعنی انسان وقتی گناه کرد، گناه او رو بهش جری میکنه، یعنی بهش جرأت میده که قانون خدا رو دست ببره توش. فبدل، تبدیل کردن، کی تونست قانون خدا رو تبدیل کنه، فرمان خدا رو تغییر بده؟ الذین ظلموا. پس پیداست کسی که ظلم کرد و گناه کرد، این جسور میشه، جسارت پیدا میکنه، قانونم عوض کنه. تا وقتی که روش و شیوه کاری بیان نشده، انسان آزاده به نظر خودش عمل کنه. ولی وقتی که روشو گفتن دیگه عذری نیست. ببین یه وقت میگن عبادت کن، دستت بازه. اما وقتی گفتن این رقمی عبادت کن، وقتی نوعشو گفتن دیگه شما اختیار نداری. اینجا نوع عذرخواهی رو گفتن. گفتن نوعش تو باشه. ادخل الباب، داخل شید. از این درم وارد شید. سجدن در حال سجده شکر و تواضع وارد شید. و قولو، این کلمه رو بگید، حتم بگید، کلمه دیگه نگید. وقتی تعیین تکلیف شد که باید این کارو بکنید، یه وقت میگم بیا خونه ما. خب این آزادی هر وقت خواستی بیا، اما میگم صبح ساعت 8 دقیقه بیا. وقتی اگر زود بیای یا دیر بیای، مثلا به قول عمل نکردی. تا وقتی روش کاری روشن نشده انسان آزاده، وقتی تعیین شد دقیق دیگه انسان باید رو مرز را بره. خب جزای تحریفگران چیه؟ قهر و غضبه. قانون خدا رو عوض کردید، مسخره کردید، رزم من از سماه. و همه پادشاه و کیفران مربوط به آخرت نیست، اینا در همین دنیا گرفتار رز و بدبختی شدن. وقت کجروی هم گاهی جرقه است، گاهی جریانه. یه وقت انسان یه غلطی میکنه طوری نیست، اما خطر اونجاست که بگه کانو یفسقو. کانو یعنی برنامه شون اینه، یه بار دوبار نیست. یفسقون هم فعل مضارع مال استمراره. کانو یفسقون یعنی انسان دیگه گناهش از یه بار دوبار گذشته، شده ایکاره. خب از این معلوم میشه که ما
اگر به ما یه چیزی گفتن ما نباید تقدیم، میگن نماز عربی بخون، حالا کسی بگه آقا از نمیده نماز فارسی بخونم مستاقی میشه. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، به ما گفتن نماز تو بگو، بگو الحمدلله رب العالمین، همون که گفتن باید بگی. دکتر میگه این قرص نیمشو قبل از غذا بخور، نیمشو بعد از غذا، شربتو چند ساعت بخور، با قاشق مربا خوری بخور، بعد از غذا بخور، یعنی هر چی دکتر گفت باید عمل کنی. قانون خدا رو نبود. اگر گفتن این وقف مال اینه، وقف رو نبود عوض کرد. ممکنه بگم آقا شما یک کسی نذر کرده که تولد امام حسین علیه السلام اون چه میوه در بازار پیدا میشه خریده بشه، بهترین غذا و بهترین میوه و از همه رقم غذاها و میوه ها بده به پولدارترین پولدارا در مشهد. حالا کسی نمیدونم چه سلیقه داشته، چه فکری کرده، گفته من دلم میخواد تولد امام حسین علیه السلام به پولدارا یا پولو بدم که پولدارا هم به عشق امام حسین یه شکم از عزا در بیاره. به امام نوشتم که آقا اجازه میدید که شما ما اینو به جای پولدارا بدم به فقرا؟ فرمود نه، همون تو که گفته دلش میخواسته به پولدارا بده خب بده. اگر من گفتم این وقف ابوالفضل، شما نبودید بگید بابا امام حسین که ابوالفضل مهمتره، خب ما بدیم به امام حسین، خب غلط گناهه. اگر چیزی نظر امام زاده شد شما به امام حق نداری بدید. من میگم این شکر رو برنج روز تاسوعا قضا کن بپز، شما بگو عاشورا تاسوعا مهمتره، من عاشورا میدم، خب غلطه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. آقا میشه قرآن فارسی بخونم؟ نه، قرآن باید عربی بخونم. نمیفهم خب ترجمه شم بخون، اما متن رو باید دستش نزن. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قانون های گاهی عوض میکنن، گاهی رو روشن فکری عوض میکنن، گاهی رو لجبازی عوض میکنن، گاهی رو جهل عوض میکنن. قانون خدا باید مر قانون عمل بشه. این هم آیه 59. و السلام علیکم و رحمت الله.